نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه 14 صفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در پاسخ به این سوال که اگر کسی اهل خیر هست و کارهای عام المنفعه بسیاری انجام می‌دهد اما اهل پرداخت خمس و زکات نیست، آیا کارهای عام المنفعه او جایگزین خمس می شود؟ فرمودند فرض کنید انسان پای کسی را می شکند، طبق احکام شرعی مدیون است و باید دیه پرداخت کند. حال اگر این شخص دیه پرداخت نکرد اما کارهای خیر انجام داد، قطعا جایگزین دین نخواهد شد. معظم الله در ادامه فرمودند کار خیر در جای خود ثواب دارد اما جایگزین دین نخواهد شد، لذا اگر خمس و زکات بر ذمه کسی باشد مدیون است و باید خمس و زکات اموال خود را بپردازد. ایشان با اشاره به آیه 27 سوره مائده که خدا فقط از افراد متقی قبول می کند فرمودند کسی که عمل واجب را انجام نمی دهد متقی نیست، لذا حتی ممکن است کار خیر چنین انسانی پذیرفته هم نشود، البته ممکن است برای او فایده هایی داشته باشد. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تفاوت ثواب عمل و قبول عمل فرمودند گاه انسان عمل خیری انجام می دهد، مثلا برای حضرت سید الشهدا علیه السلام اطعام می دهد، عمل این شخص قطعا نزد خدای متعال مأجور است و برای او ثواب در نظر گرفته می شود به خاطر زحمتی که کشیده است، اما کلمه انما که از ادات حصر است دلالت بر این دارد که خدا عمل کسی را که متقی نیست قبول نمی کند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله درست. خیر انجام بدهد، برای ریا انجام نمیده. آها. ولی برای خدا هم انجام نمیده. آها. آیا این منظور مقتضای چیه؟ یه آیه شریفه داره، تو روایت هم داره، خدا قبول نمی کنه مگر اون که برای خودش باشه. اگه برای خدا نبود قبول یه مسئله است، آثار دنیاوی اخروی یه مسئله است، عذاب و ثواب یه مسئله است. آثار وضعی یه چیزه، عذاب و ثواب یه چیز دویمه، اینا چند تا چیزه.